روز جهانی تالاب ها همه ساله در تاریخ دوم فوریه برگزار می شود. هدف از برگزاری روز جهانی تالاب ها افزایش آگاهی جهانی در مورد نقش حیاتی تالاب ها برای مردم و سیاره های زمین است. ابتدا گزارش همکارم علی اکبری را ببینیم. دوم فوریه برابر با 13 بهمن ماه روز جهانی تالاب هاست. در دوم فوریه سال 1971 میلادی برابر با 1349 هجری شمسی در شهر رامسر ایران معاهده ای جهانی برای حفاظت از تالاب ها به تصویب رسید که به کنوانسیون رامسر مشهور شد. میزبانی ایران در انعقاد چنین پیمانی در شهر رامسر موجب شد تا نام رامسر بر کنوانسیون بین المللی تالاب ها نقش ببندد و پرچم پیشرفته ترین کنوانسیون زیست محیطی جهان در مقر دائمی این کنوانسیون در شهر گلند سوئیس با نام رامسر مزین گردد. این روز 13 بهمن هر سال به عنوان روز جهانی تالاب ها نامگذاری گردیده است. هدف از برگزاری روز جهانی تالاب ها افزایش آگاهی جهانی در مورد نقش حیاتی تالاب ها برای مردم و سیاره است. روز جهانی تالاب ها پس از تصویب آن توسط مجمع عمومی در 3 اوت 2021 و در قطع نامه ای با حمایت 75 کشور عضو به عنوان یکی از روزهای بین المللی سازمان ملل متحد شناخته شده و برگزار می شود. ماموریت این کنوانسیون حفاظت و استفاده خردمندانه از تالاب ها از طریق اقدامات ملی و محلی و همکاری های بین المللی به عنوان کمک به دستیابی به توسعه پایدار در سراسر جهان است. دبیرخانه کنوانسیون رامسر در مقر اتحادیه حفاظت از طبیعت IUCN در شهر گلند سوئیس مستقر است و در حال حاضر تعداد اعضای متعاهد 172 کشور و تعداد تالاب های با اهمیت بین المللی ثبت شده 2503 مورد و با مجموع مساحتی بیش از 257 میلیون هکتار می باشد. تالاب های مشمول این پیمان با نام تالاب رامسر یا رامسر سایت شهرت دارند. طرف های متعاهد در این کنوانسیون موظفند که تالاب های حائز اهمیت سرزمین خود را تعیین، نقشه های اصلاحی تالاب ها را به نحوی تنظیم و اجرا کنند که حفظ و حراست و بهره برداری صحیح از آنها را در سرزمین خود تسهیل نمایند. همچنین با اعمال مدیریت صحیح کوشش کنند با تسهیلات لازم برای حفاظت تالاب ها و موجودات وابسته در منطقه تالاب ها فراهم گردند. ایران که پیشتر با ثبت 25 تالاب یکی از مهمترین کشورهای کنوانسیون رامسر بود، حالا با دست کم 10 تالاب در معرض خطر شدید در صدر فهرست مونترو قرار گرفته است. به طوری که گفته می شود 2/3 تالاب های ایران نابود و کانون گرد و غبار تبدیل شده است. در فهرست مونترو کنوانسیون رامسر نام تالاب هایی ثبت می شود که خطر نابودی آنها را به شدت تهدید می کند. ایران که خواستگاه اصلی کنوانسیون رامسر بود، با گذشت حدود 5 دهه به یکی از کشورهایی تبدیل شد که بیشتر تالاب هایش با خطر نابودی مواجهند. به گفته ناصر طالب بیدختی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، در حال حاضر ایران با 9 سایت تالابی در آستانه انقراض به همراه یونان در صدر فهرست سیاه مونترو کنوانسیون رامسر قرار دارد. تالاب انزلی در استان گیلان، تالاب‌های انتهایی جنوبی هامون، پوزک، هامون صابری، هامون هیرمند در استان سیستان و بلوچستان، تالاب‌های نیریز و کمیجان در استان فارس و تالاب‌های شادگان، خورالامیه و خورموسا در استان خوزستان پهنه‌های آبی در معرض انقراض در ایران هستند. علاوه بر این تالاب‌ها که نامشان در فهرست مونترو درج شده است، دیگر تالاب‌های ایران نیز وضعیت مناسبی ندارند. تالاب‌های آلاگل و آلماگل در استان گلستان و تالاب‌های شورگل، یادگارلو و درگ سنگی در استان آذربایجان غربی از آن جمله هستند. داده های پژوهشی بیانگر آن است که دست کم 20 تالاب استان فارس نیز به شدت در معرض خشکی کامل قرار گرفتند.
تابستان امسال نیز تالاب هشیلان در استان کرمانشاه به طور کامل خشک شد. اواخر تیر ماه نیز سازمان حفاظت محیط زیست از خشکی کامل تالاب گاوخونی خبر داد. هشدارها درباره خطر خشک شدن تالاب هورالعظیم نیز همچنان جدی است. ضمن اینکه تالاب میانکاله هم وضعیت مناسبی ندارد. علی اکبری، اخبار شیعه. گفتگویی داشتم با مهندس روزبه اسکندری، کارشناس محیط زیست و سازه‌های زلزله از تورنتو، و از ایشان پرسیدم مفهوم تالاب چیست و چرا وضعیت فعلی تالاب‌ها در ایران بحرانی است. امروز روز جهانی تالاب است. تالاب‌ها به عنوان یکی از مهمترین اکوسیستم‌های آبی مطرح هستند در دنیا و البته در ایران. در سال 1349 در کنوانسیون رامسر برای اولین بار بحث حفاظت از تالاب‌ها در سطح جهان مطرح شد. به چه چیزی تالاب میگیم؟ تالاب یک اکوسیستم دریایی است عمدتاً کم عمق، یعنی با عمق کمتر از 6 متر، که نقش زیادی داره در تعادل بخشی به اکوسیستم‌های آبی، به کنترل سیلاب و البته تأمین زنجیره غذایی. تالاب‌های بسیار زیادی در کشور ما وجود دارند و متأسفانه خب تالاب‌های عمده هم خشکیدن در ایران، مثل تالاب پریشان، مثل تالاب هامون و البته تالاب‌های دیگری هم هستند که در خطر از بین رفتن هستند، مثل تالاب شادگان، تالاب هورالعظیم و تالاب انزلی. چرا تالاب‌ها اینقدر اهمیت دارند برخلاف اون چیزی که به نظر میرسه؟ با وجود اینکه ممکنه عمق کمی داشته باشند، اما تأثیرات زیادی دارند در توازن بخشی به نوساناتی که حاصل از تغییرات اقلیمی، حاصل از تغییر رژیم‌های بارش به وجود میاد. در کشور ما ایران متاسفانه همونطور که گفتم تالاب‌های مهم زیادی خشکیدن. زمانی که ما تالاب‌ها رو از دست میدیم بیشتر متوجه نقش سازنده و مهم اونها در زیست بوم ما میشیم. تالاب‌ها وقتی بخشکند، البته به صورت طبیعی تالاب میتونه کم آب پر آب بشه در فصولی، اما زمانی که رطوبت کامل خودش رو از دست بده مثل تالاب گاوخونی، آن وقت هست که خطر این وجود داره که این تالاب تبدیل بشه به مرکز انتشار ریزگرد، کمان که این اتفاق متاسفانه افتاده برای این تالاب. چرا وضعیت تالاب‌ها در ایران بحرانی است؟ شاید بشود اون رو نسبت داد به مدیریت نامناسب منابع آب در ایران. با توجه به اینکه در کشور ما ایران بارندگی نسبت میانگین جهانی کمتر هست و تبخیر بیشتر، و اساساً ما هیچ وقت کشور مولدی از لحاظ کشاورزی یا کشور پرآبی اصطلاحاً نبودیم، و البته خب تأثیر تغییرات اقلیمی هم در کشور ما زیاد هست، سبب شده که ما با وضعیت فعلی که به اون ورشکستگی آبی میگن دوچار بشیم. تعبیر تنش آبی رو شاید خیلی شنیده باشید. زمانی که شما بیش از 40% از منابع آب تجدیدپذیرتون رو استفاده میکنید، شما در مرز تنش آبی قرار دارید و متاسفانه این رقم در ایران چیزی نزدیک به 100% هست. برداشت اضافه از سفره‌های آب زیرزمینی یا آبخانها، توجه نکردن به شرایط جدید اقلیمی و اختصاص دادن مقدار زیادی از منابع آب شیرین به فعالیت‌های کشاورزی، سبب شده که ما وضعیت بحرانی فعلی رو در ایران باهاش مواجه بشیم. دریاچه ارومیه، تالاب گاوخونی، تالاب هامون، تالاب پریشان، بسیاری از دریاچه ها و تالاب ها متاسفانه در این سالها در ایران یا خشکیدند یا در معرض خشکیدگی کامل قرار دارند. معمولا زمانی که تالاب ها رو از دست میدیم متوجه نقش سازنده و مفید اونها در اکوسیستم میشیم. زندگی بسیاری از مردم معمولا اتکا داره به تالاب ها و یک رابطه تنگ و تنگی همیشه بین مردم محلی و تالاب‌ها وجود داره. باید توجه کرد که حفظ تالاب‌ها از مهمترین مسائلی است که کارگزاران حکومت
سیاستگزاران باید بهش توجه بکنن. اگر تالابی در خطر خشکی قرار داره باید سعی کرد که با تغذیه مصنوعی، با دادن حقابه طبیعی اون تالاب و مسدود نکردن اون، به احیای اون و به زنده بودن اون کمک کرد، وگرنه همونطور که گفتم این تالاب ممکنه بعدها منجر بشه به معضلات و مشکلات محیط زیستی بسیار بزرگی. در روز جهانی تالاب از شما میخوام که توجه داشته باشید به این اکوسیستم آبی زیبا، تأثیرگذار و مهم، و این انتظار هم قطعا از مسئولین میرود که توجه داشته باشن به این که چقدر نقش تالاب‌ها در زندگی انسان‌ها، جانوران و مسائل اقلیمی مهم هست. تالاب‌ها چقدر میتونن در کنترل سیلاب مورد استفاده قرار بگیرن، چقدر میتونن در توازن بخشی و تعادل بخشی به یک اقلیم کمک بکنن، و همونطور که هزاران سال یا شاید میلیون‌ها سال در یک منطقه بودن و کمک کردند به حیات گیاهی و جانوری، بعد از این هم شاهد حیات اونها باشیم. روز جهانی تالاب بر شما و بر تمام مردم کره زمین مبارک.